بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم ملت شریف افغانستان. انشالله که در هر کجا که هستی صحتمند و سلامت باشین. به برنامه خودتون برنامه روشنا خوش آمدید. امروز 24 نوامبر است و فردا هم 25 نوامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. با همین مناسبت در برنامه روشنا تصمیم گرفتیم تا یک ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان بکنیم با همین موضوع و ابعاد مختلف خشونت علیه زنان در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار بدیم با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار. قبل از اینکه گفتگو را آغاز بکنیم اجازه بدین یک سلام و احوالپرسی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم دکتر رضایی، بسیار بسیار خوش آمدید. به نام خدایی که زیباست و زیبایی ها رو دوست دارد. من عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور همه بینندگان محترمی برنامه. آرزومندی هستم که انشاءالله در لحظات و دقایقی که برنامه رو میبینن انشاءالله جان جور و دل شاد داشته باشن و با عنوانی که برنامه قرار است به عبارتی بررسی بشود انشاءالله شاهد او روزی باشیم که خشونت به معنای کامل او و همه ابعاد خشونت انشاءالله از بین همه بشریت به خصوص از بین مردم ما و به صورت ویژه از میان زنان ما انشاءالله برچیده بشه. انشاءالله. بسیار تشکر از شما. اما بینندگان عزیز و محترم، حتما شما هم شاید خاطراتی در زمینه حضور و فعالیت افرادی با عنوان جامعه مدنی یا کسایی که فعال مدنی بودند یا کسایی که در زمینه صلح کار میکردند، در زمینه حقوق بشر کار میکردند، در محلات خودتان، در قریه های خودتان، در شهرهای خودتان بودید. اما چیزی که بسیار برای من جالب و قابل توجه بود این بود که مواردی پیش می آمد که افرادی که با عنوان جامعه مدنی فعالیت میکردند اعتقاد و مواردی داشتن که خشونت علیه زنان محسوب میشه که مردم محلی او را نمیپذیرفتند و میگفتند که این خشونت علیه زن نیست. سوال امروز خود و سوال اول خود از کارشناس محترم در همین زمینه پرسان کردم که خانم رضایی بزرگوار، خشونت علیه زنان، ما متوجه هستیم که خشونتی است که مبتنی بر جنسیت است و بر یک قشر خاص جامعه، قشر اوناست تحمیل میشه، اما مصادیق خشونت چی میتونه باشه؟ چون همونطور که ما تجربه کردیم امور و مسائلی ممکنه در برخی از کشورها مصداق خشونت شمرده شود، در حالی که در کشور ما کاملا توسط عرف پذیرفته شده است و گاهن توسط شرع هم قابل پذیرش است. مثلا بله، ببینید خانم بیانی، من قبل از اینکه وارد این مقوله بشم میخوام که ایرا بگم که ما واژه های مختلفی داریم که ممکنه معانی نزدیک داشته باشه و ممکن تفاوت های هم با هم داشته باشه. ما قبل از پرداختن به اون مسئله‌ای که شما مطرح می‌کنیم، سه تا واژه رو استفاده می‌کنیم به صورت کلی. یک وقت هست می‌گیم خشم، بله. یک وقت هست می‌گیم پرخاشگری و یک زمان می‌گیم خشونت. خشم بیشتر او بُعد هیجانیش مطرح هست، یک حالت هیجانی است. پرخاش منزله رفتاریش، یعنی دقیقاً شما باید یک رفتاری، فردی که پرخاشگر است، یک رفتاری، یک عکس العملی نشون میده که او پرخاش رو به طرف مقابلش نشان میده. بله. اما خشونت بیشتر بُعد فکری داره، یعنی خشونت اندیشه است که بر مبنای او اندیشه فرد به خود اجازه میدهد که، یا او بر مبنای او اندیشه فرد خشمین میشود و در نتیجه او خشم عمل پرخاشگرانه از او سر میزند که در نتیجه او پرخاش به کسی دیگری ظلمی واقع میشه. بله. یعنی ما خود خشونت یک فراینده که بر اساس یک تفکری شکل گرفته و بر اساس او تفکر هیجانی در وجود فرد ایجاد شده که او هیجان در نهایت تبدیل به یک رفتار میشه. لذا ای که شما اشاره کردید که اگر بیایم مقایسه کنیم یا حتی اگر بیایم بررسی بکنیم، ممکن است که مفهوم خشونت در کشور ما به صورت خاص و به صورت ویژه در فرهنگ عامه ما فقط یک تمثال‌ها یا مصداق‌های بسیار بسیار علنی و خیلی شدید و حتی متأسفانه بسیار کمی داره و اگر او رو مقایسه بکنیم با جامعه بین‌المللی و با حتی مصادیق بین‌المللی و بر اساس قوانین و مقرراتی که در کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌ها آمده، می‌بینیم که خشونت بسیار گسترده است و اگر او قسم مقایسه بکنیم، شاید زنان ما، حتی زنانی که در بهترین حالت در مملکت ما زندگی می‌کنن، رسماً و علناً در ابعاد مختلف زندگی دچار خشونت هستند. خب ما کدام رو
بپذیریم خانم رضایی. یعنی بالاخره نگرش ها در کشور ما متفاوت است. مثلا الان حق تحصیل در کشور ما یک حق شاید شمرده نشه برای خانم ها و دختر خانم ها و ما منع کردن دختران از تحصیل را در کشورهای دیگه ممکنه یک خشونت تلقی بکنن. خب وقتی که نگرش ها این قسم است ما طبق کدام حرکت بکنیم؟ اگر که طبق کشور خودمون حرکت بکنیم که عملا خشونتی اتفاق نیفتاده. بله شاید بشود گفت که نگاهی که ما به صورت خاص به کشور خودمان داریم خانم بیانی یک نگاهی فرا جهانی است. متاسفانه ما در جغرافیای کشور خودمان یک سری موارد و یک سری اتفاقاتی ممکنه شاهد اونها باشیم که هیچ تعبیر و تفسیری نداشته باشه. بله کاملا حق با شماست. منتها نکته ای که هست اینه که ببینید ما یک تعبیر جامعه جهانی و بین‌المللی و حقوقی داریم که او تعبیر در بسیاری از ابعاد در مسائل حقوقی عمومی، حقوق مدنی و حقوق جزا، حتی در مورد مردان و حتی در مورد کودکان هم ممکن است که با اون چیزی که در حقیقت جامعه ما وجود داره تفاوت و یا حتی تناقض و تضاد داره. پس بنابراین او را اگه بگذاریم کنار، یعنی ما به صورت خاص نریم سراغ کنوانسیون ها یا پیمان‌نامه های بین‌المللی، نریم حقوق رو بر مبنای آنچه که در جامعه غربی به عبارتی به ما بیان شده. بله. چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا خانم بیانی میدانیم این رو که ما یک واقعیت تلخی است که در همون کشورها هم همین حقوق به صورت کامل و عادلانه اجرا نمیشه. بله. خب پس بیایم یک حد وسطی رو در نظر بگیریم. اون حد وسط ایست که ما بیایم ببینیم که خشونت بر اساس تعاریف دینی، اعتقادی و در کنار او ملی و باورهای به عبارتی عرفی در کشور ما به چه قسم است. بعد بر او اساس ببینیم که چه میزان خشونت در میان زنان افغانستان وجود داره، این خشونت چه دلایلی داره، چه عواملی داره، از کجا آمده، چرا این قسم است، و بعد بپردازیم که آیا میتوانیم راهکاری برای او پیدا بکنیم که اینها رو کاهش بدیم یا نه. شما بیشتر اشاره کردید خانم رضایی بزرگوار، من به ذهنم رسید آیا ما یک حدی را در شهر میتونیم قائل شویم که اگر تا این حد و فراتر از این حد رفت پس خشونت محسوب شود و اگر از او پایین‌تر بود دیگه جزء خشونت نشه؟ ببینید ما به صورت ویژه اگر بپردازیم بحثای حقوقی رو می‌دانیم که هر حقی در مقابل یک به عبارتی در مقابل هر حقی یک مسئولیت یا یک تکلیفی هست. ما تفاوت رو در مسئله حقوق اسلامی داریم، این تفاوت حقوق زنان و مردان. بله، در بسیاری بله. از ابعاد و توی یکی از توجیه‌های کاملا قابل قبول و پذیرفته شده است که به این دلیل این مثلا ارث زن و مرد متفاوت است، دیه زن و مرد متفاوت است، در قسمت حضانت حق مادر و پدر متفاوت است، چون اونها در قبال این حقی که مثلا کمتر یا بیشتر دارن تکلیف و مسئولیت بله. اونها هم کمتر و بیشتره. حالا ببینید پس بر این اساس اینکه به عبارتی زمینه این حقوق یا ما از کجا بگیم که اگر بر اساس فرهنگ دینی بومی و ملی خودمان محاسبه بکنیم، ما یه قاعده کلی در اسلام داریم که گفته می شود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بله. یعنی هیچ انسانی نه حق ضرر زدن به دیگری رو داره و نه حقی که خودش به خودش ضرر برسانه. در بحث حقوق هم ما حقوق به عبارت شرعی و حقوقی رو که بر مبنای تکالیف هست اگر جدا بگذاریم، در حق انسانی طبیعتاً بر اساس نص صریح آیات قرآن هیچ تفاوتی بین زن و مرد در اصل ارزش انسانی وجود نداره. پس بنابراین وقتی که در ارزش انسانی تفاوتی وجود نداره و بعد بحث حقوق است که حقوق بر مبنای اونها مسئولیت‌های متفاوت به عهده اونها گذاشته شده، باید این حقیقت رو بپذیریم که هر زمانی که مثل همین حق تحصیل که شما اشاره کردیم، ما در مفاهیم دینی حق محرومیت یا ممانعت زن از تحصیل رو نداریم. پیامبر گرامی اسلام فرمود که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمات. خب پس هم زن و هم مرد. بعد تازه او گسترهش هم بسیار بسیار کلان گرفت که اطلب العلم من المهد الی الله، تسپیری تا از کودکی تا از نوزادی تا از مهدی که به اصطلاح بگیریم تا زمانی که میمیرید و اطلب العلم ولو به سی. یعنی ببینید نه محدودیت جغرافیایی داره، نه محدودیت سنی داره و نه محدودیت جنسیتی. لذا الان اتفاقی که میفته یعنی چی؟ یعنی اینکه اتفاقی که الان در حال حاضر در کشور ما میفته، استناد او به دین فکر میکنم که شاید بگیم که غیر منصفانه است. به خاطر چی؟ شاید حالا مصالح مثلا حکومتی دیده شده، کما اینکه البته واقعیتش ایست که اون چیزی که الان در همین فعلیت جامعه ما هست ممنوعیت نیست خانم. بله. بیانی محدودیت است. ما در حال حاضر فقط بین ممنوعیت و محدودیت است. وقتی محدود میکنه من میکنه من شده، ولی یک من موقتی شده، توجیهش ایست که برای یک مدتی است و حالا بیان شده که ان شاءالله سال آینده و ممانعت در مورد عده خاصی محدودیت هم برداشته میشه و همه حق تحصیل دارن، کما اینکه خب
در توجیه هم گفته میشه که ما هیچ مخالفتی با این قضیه نداریم، به خاطری که ببینید اینقدر صراحت در دین ما نسبت به این قضیه وجود داره که اگر کسی بیاد ادعا بکنه که زنان و دختران نباید درس بخونن، خود این واژه مسلمان بودن او آدم رو علنا زیر سوال میبره. لذا به خاطر میگم اون چیزی که ما الان در جامعه ما داریم محدودیت است، گفته شده برای یک مدت موقتی بر اساس یک سری مصالحی دولت این رو در نظر گرفته که ما برای که زیرساخت‌های به عبارتی تعلیم تربیت رو می‌خوایم اصلاح کنیم یا تغییر بدیم، برای مدتی زیرساخت‌ها رو اصلاح می‌کنیم و بعد وقتی که آمادگی را داشتیم برای آموزش کلی برمیگردانیم دختران خودمان را به مکاتب که از او استفاده می‌کنن، کما اینکه گفته شده امکان داره برن. با دولت است، اما خود یک مسئله مهم‌تر فکر می‌کنم در کشور ما وجود داره خانم رضایی که مرتبط با فرهنگ‌ها و خرد فرهنگ‌ها است، چون ما ناگزیر باید بپذیریم که در بسیار از خرد فرهنگ‌ها در کشور برای از ما بسیاری از مسائل که در بقیه نقاط حق زن محسوب میشه در او فرهنگ حق زن محسوب نمیشه، یا بسیاری از مسائل که خشونت علیه زن محسوب میشه در او فرهنگ خشونت محسوب نمیشه، گاهی اوقات تحت تاثیر ادعا همونطور که شما فرمودید ادعا بر ای که یک مسئله شرعی است و گاهی اوقات مبنی بر ای که حتی یک مسئله کاملا عرفی است و مسئله شرعی هم نیست، ولی عرف ایره میپذیره و خشونت را علیه زن کاملا به صورت عرفی قانونی و شرعی و قول خودشان روا میدارن. من میخوام که شما در مورد امی صحبت بکنید که چه ابعاد مختلفی ممکنه خشونت علیه زن داشته باشه، بیویژه در کشور ما که حداقل مردم از ما یک آشنایی نسبت به این انواع مختلف خشونت علیه خانوم ها داشته باشند، که حداقل ذهنیت و نگرش ما همطور که شما فرمودید نگرش مهم است، ذهنیت و نگرش خود ما در این زمینه درست جواب. اما قبل از اینکه شما خانم رضایی به این سوال ما پاسخ بدید اجازه بدین یک میان برنامه بسیار کوتاه را داشته باشیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه بسیار کوتاه را میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. بینندگان عزیز و محترم، همچنان با ادامه برنامه خودتان، برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم رضایی بزرگوار. خانم دکتر رضایی، بحثی که شما مطرح کردید مسئله خشونت علیه زنان است و ما میخواییم که شما در مورد ابعاد مختلف خشونت علیه زنان صحبت بکنید تا ما یک آشنایی نسبی نسبت به انواع اقسام خشونت و یه چیزی که خشونت شمرده میشه بر علیه زنان داشته باشید. خشونت بیشتر بستگی به یعنی اگر قرار باشه خانم بیانی ما بیاییم ابعادی رو در نظر بگیریم یا اقسام برای خشونت متصور باشیم یا قائل به اقسام باشیم، بستگی به داره که خشونت اولا در چه فضایی، یعنی یک وقت هست که خود فرد به صورت خود محور بر علیه خود خشونت میکنه، اقسام خودکشی ها، انواع خودزنی ها، استفاده نامناسب از هر نوع به اصطلاح وسیله ای، اعتیاد مثلا خودش خشونت است، خشونت شخصی است، خشونت فرد علیه خود اوست، ولی دیگه خشونت علیه زن دیگه مسئله نمیشه. پس ما یک خشونت خود محور داریم. چرا متاسفانه خودسوزی هایی که مثلا الان عزیزان ما، عزیزانی که در ولایت هرات هستن، متاسفانه هرات در بین ولایت های افغانستان بالاترین آمار خودسوزی زنان رو داره. خب خشونت خود محورانه است، یعنی فردی که به یک اندازه‌ای او به اصطلاح خشم در درون اونقدر زیاد است، او تفکر اونقدر بر محور به عبارتی بی ارزش بودن و اجازه دادن که تو قادر به این میشه و این توان رو پیدا میکنه که خودش خود رو میسوزونه و این متاسفانه بسیار البته که چه عواملی باعث میشه که خب باز یک بحث جداست. پس یک بحث خشونتی است که خود فرد، یعنی خود محورانه اتفاق میفته. یک وقت هست که نه، خشونت بین افراد اتفاق میفته. حالا بین افراد ممکن است که افراد در قالب یک خانواده باشن، در قالب یک گروه باشن، که ما متاسفانه خشونت خانوادگی بسیار زیاد داریم، چه او که خشونت رو در رابطه با همسر اتفاق میفته، خشونت در رابطه با دختر اتفاق میفته، خشونت حتی در رابطه به اصطلاح در خواهر برادری، بین خواهر و برادر اتفاق میفته، در یا اینکه خشونت بین فردی فقط در قالب یک محدوده خاص
خاص نیست، به یک مثلا حتی ببخشید در بحث‌های حقوقی از حقوق مالی شما در نظر بگیرید که حقوق زنان بسیار پایین‌تر از حقوق مردان است با نه. کار مساوی، تا حقوقی که بسیاری از جاها گفته می‌شود شما چون خانم هستین اینو میقدر مثلا فرض کنید که ما به شما یعنی معاش خانم و آقا بسیار ممکنه متفاوت باشه با یک کار برابر. بله حتی غیر معاش شما چون خانم هستین نمیتوانید دسته یک باشید، نمیتوانید دسته دو باشید، شما باید دسته سه باشید، شما باید دسته سه به پایین باشید. چرا؟ چون فقط زن هستید. یعنی اگر به خاطر زنانگی شما حق تصدی بسته یک و دو رو ندارید به خاطری که زن هستید. ببینید حتی بسیاری از خانم‌ها همین الان به خاطر خانم بودن، زن بودن از ساده ترین مشاغل دولتی و از کار بیکار شدن. خب پس ببینید یک وقت هست بس بین فردی رو که مطرح می‌کنیم، بین فردی یعنی در یک محدوده به عبارتی خاص، حالا یک اداره یا که فکر می‌کنم برجسته ترینش هم خانواده است که متأسفانه حالا می‌پردازیم توش. ولی یک وقت هست که خشونت جمعی است، یعنی خشونتی که در دولت‌ها، در فرهنگ، در جوامع اتفاق میفته و آسیب جدی که در مورد مملکت ما و در مورد ملت و مردم ما صادق است، این که مفهوم خشونت در جامعه ما نهادینه شده. خانم بیانی، مفهوم خشونت به قسمی وارد فرهنگ ما شده و نسبت به خشونت یک نوع عادی انگاری اتفاق افتاده. خشونت رو بسیار بسیار سهل نگاه میکنن، حتی تبدیل شده متاسفانه در برخی از موارد تبدیلش، یعنی ببینید مثل این که گفته شود که مثلا چون این زن است اگه یه قسم با این رفتار کنی به تو ثواب میرسه، به تو جزا میرسه، تو در صورتی مرد خوبی خواهد بودی که با همسرت، با دخترت این قسم رفتار کنی. در همین زمینه خانم رضایی، من یک خاطره را برای شما بگم که بسیار تلخ است، که یک خانواده بودن که این خانم در این خانواده قربانی خشونت شده بود، به این معنا که بخی گوش بینی شده بود، یعنی این دیگه نهایت حد بالای یک خشونت است که علیه یک زن اعمال میشن. اما تمام فامیل خانم معتقد بودند که این خانم حتما کدام خطا کرده که این کار همسرش کرده. دلشان میسوخت، دلسوزی میکردن، ولی میگفتن خب اگر تو خطا نمیکردی این اتفاق و این بلا به سرت نمیومد. یک نفر هم نمیگفت که چرا این مرد این کار در حق خانم کرده. و جالب اینجاست که این اتفاق در فرهنگی میفته که ویژگی برجسته او فرهنگ مسلمان بودن اوست. ما یکی از محدود کشورهایی هستیم که میزان خلوص اسلام در ما بسیار بالاست، بیش از 90 و چند درصد مردم افغانستان مسلمان هستند و این اتفاق در دینی میفته، یعنی در قالب یک فرهنگ اسلامی میفته که در او فرهنگ رعایت حقوق حیوانات هم بسیار ضروری است. یعنی اگر در مورد یک حیوانی که شما حیوان اهلی که در خانه نگهداری میکنی هم حق ایرا نداری که به اصطلاح مثلا یک قسم آزار رو برسانی که بینی او رو ببری، که گوش او رو ببری، ولو که او حیوان رو شما مثلا به عنوان صاحب او با او برخورد میکنی. چه قسم ببینید چه تفکری حاکم شده و چه نگاهی وجود داره و چرا این اتفاق میفته که در مورد یک انسانی که ولقد کرم نابنی آدم، کرامت و ارزش ذاتی داره و خداوند به خاطر خلقت او به خودش آفرین گفته و او حمل کنه سنگین ترین چیزی در عالم هستی، حمل کننده امانت الهی است، به یک جایگاهی میرسیم که افراد احساس میکنن که این حقش از خوب نه. حتما مقصر بوده، یعنی اگر تقصیری نداشت، بسی است که اگر تقصیری داشت و او تقصیر و او ظلم و او به عبارتی عصیان و گناه دلیل واضحی داشت، خب طبیعتا حتما قانونی بود که او گناه را در مقابل او گناه و جزای او جزا داده بشود. وقتی که چه کسی به مثلا به همسر یک فرد، یا حتی در اون موردی که شما میگین اگر اشتباه نکنم که در مورد پدر و برادر همسر او هم متاسفانه به خودشون اجازه داده بودن که خانم را تکوب کنن، از کجا یک همچی استفاده ای ما در دین داریم که حالا جدای از همسر، پدر همسر و برادر همسر هم اجازه را داشته باشن که بخوان که عروسشان را مورد اذیت و آزار قرار بدن، به این عنوان که مثلا حتی تو مقصر هستی، تو اشتباه کردی. این ناشی از این نگرش نسبت به زنها نمیشه که متاسفانه در عرف ما زنها معمولا یک شی شمرده میشه که وقتی که ازدواج میکنه خود در مالکیت یک قوم در میایه و نه تنها شوهرش، نه تنها پدر شوهرش، نه تنها برادر شوهرش، که شاید کل طایفه نسبت به او احساس مالکیت و حس مسئولیت دارن. بله خب حالا با همین مثالی که شما زدید من احساس میکنم خوبه که بپردازیم به این که چه عواملی در فرهنگ ما وجود داره که این خشونت اینقدر برجسته شده و وجود داره. ببینید یک عامل خود مربوط به خود زنان است، به صورت خاص عامل درونی داره مربوط به است
که متاسفانه در قشر زنان ما یک سری تفکرات و یک سری باورها هست که این باورها زمینه رو برای بروز او قسم خشونت ها از طرف مقابل و حتی از طرف خودشان. ما در افغانستان متاسفانه در فرهنگ های داخلی خصوصا بین خانواده ها خشونت زن علیه زن رو هم داریم. بله، خشونت زن مرد علیه زن لزومی نداره، خشونت زن علیه زن رو داریم. پس دو تا معیار از دو بود بررسی میکنیم، یکی بحث هایی که مربوط به خود خانم هاست، یعنی درون قشر زنان چه عواملی وجود داره که باعث ایجاد خشونت میشه، و یکی هم خارج از اونها، یعنی در جامعه ای که حالا اگر بخوایم دو قطبی به قضیه نگاه بکنیم، در مردان چه عواملی ایجاد شده. و او در مورد چه زنان و چه مردان، باز یک وقت هست که ما نگاه درون دینی داریم، یک نگاه برون دینی داریم. مسئله اولی در مورد نگاه درون دینی است که خانم بیانی از خواهیم کنم. یک مشکلی که در جامعه ما هست است که سطح آگاهی به طور عمومی در فرهنگ جامعه ما بسیار پایین است. به صورت خاص ما کشوری هستیم که نزدیک به 5 دهه هست جنگ داخلی داریم. در طول این 5 دهه هیچگاه دولت و هیچ حاکمیتی او ثبات اساسی را پیدا نکرده، و اگر هم اون ثبات را داشته متاسفانه نپرداخته که بنیانهای علمی و فکری جامعه را به صورت گسترده ارتقا بده. ما در حکومت قبلی داشتیم که بسیار هم سرمایه گذاری شد، ولی فقط در سطح ولایت ها بود، در سطح شهرهای کلان بود. این اتفاق در سطح ولسوالی ها و قریه‌جات نیفتاد، یعنی زنان در ولسوالی ها و قریه‌جات فقط صرفا از طریق یک سری ورکشاپ هایی که باز متاسفانه یک سوی اطلاعات رو میداد آگاهی پیدا کردن، ولی آگاهی کلی، ارتقای آگاهی پیدا نشد. اصلی ترین عاملی که اتفاق میفته در مورد خشونت در سطح جامعه ما ایست که اساس خشونت عدم آگاهی است، جهل، و او جهل تعصب ایجاد میکنه. تعصب هم در مسائل جنسیتی همون قسم، یعنی به یک جایگاهی میرسه که متاسفانه این برداشت احساس میشود که شوهر گمان میبرد که چون در مقابل این خانم هنگامی که ازدواج میکرده گله داده، بله، یک مبلغی رو مثلا پیشکش داده، پس بنابراین الان این حق رو داره که به صورت کامل بر همه ابعاد وجود او، بر جسم او، بر روح او، بر همه حقوق و تسلط داشته باشه. و اگر یک وقتی هم که بسی پیش بیاید متاسفانه یک اصلاح کلی داره، میگه خب زن ماست. بله، اختیارش دارم، کما اینکه میگیم بچه ام است، اختیارش دارم. و حالا که ما در روایات داریم که یک روایت بسیار زیبا و با معانی بلندی از امام جعفر صادق هست که میگن در مورد هیچی نگو مال ماست، بچه ماست، خانه ماست، اینا همه مال خداست، حتی در چیزی که مربوط به توست. حالا زن که مربوط به، حتی بچه که مربوط به من نیست، بچه امانت خداست، دست من. این اصطلاحی که زن ماست اختیارش دارم، به خاطر است که نمیداند اصلا رابطه بین خود و بین همسر خود هنوز برای او واضح مشخص نشده که شما به محض این که صیغه عقد خوانده میشود، اگر در مقابل زن در مقابل خود همسرش یک سری وظایف و حقوقی داره، قطعا و متقابلا همسر هم یک سری حقوق و وظایفی داره. و متاسفانه این نگاه یک سویه است، تو وظیفت هست که فلان کنی، تو وظیفت هست که یا در فرهنگ ما میگن که با پیراهن سفید عروسی میری، با کفن باید برگردی. و حالا که طلاق جزو مسائلی است که در دین ما کاملا تثبیت شده است، درست است که گفته شده در روایات داریم که مکروه ترین حلال خداست، ولی برخلاف طلاق راه حل است. ولی ببینید، یه خودش خشونت از خانم زوری، خانم بیانی، که دقیقاً به دختر ما گفته می شود که تو اساسا این وظیفه همی است، یا باید این که تو وارد یک پیوندی شدی، وارد یک زندگی شدی که با همی پیرن سفید که رفتی باید با کفن سفید برای، یعنی وسط هر اتفاقی افتاد و هر چالشی پیش آمد، تو باید با او سازگاری پیدا کنی. و حالا که این همی، یعنی دقیقاً یکی از حلال های خدا رو زیر سوال بردن، و حالا که خداوند اجازه طلاق رو داده. رضایی یک مقاومتی هم برای یادگیری، برای آموزش در این زمینه وجود داره. من این را کاملا به چشم خود دیدم که مثلا بالاخره یک ورکشاپ های، یک گروه های آموزش های را به مردم، به زنان و مردان یک قریه میدادند، و از طرف خانم ها چون بالاخره به نفعشان بود بسیار زود دریافت میکنن، اما از طرف آقایان برخورد میشد، نمیخواستن که بپذیرند که چنین حقیقتی وجود داره، چه در شرع و چه در اخلاق و قانون. باز خانم رضایی اجازه بدین که ادامه این بحث را بعد از یک میان برنامه انشالله مفصلا داشته باشیم. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شماست، و شما عزیزان میتونید که اگر سوال در همین زمینه دارید و یا نکته‌ای دارید در مسائل مختلفی که در برنامه روشن مطرح میشن، میتونید که با ما به اشتراک بگذارید. بعد از یک میان برنامه بسیار کوتاه برمیگردیم.
بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان. خانم دکتر رضایی، شما در مورد علتهای خشونت علیه زنان در افغانستان صحبت میکنید، در خدمت شما هست. بسیار عالی، تشکر از شما. این خاطر عزیزان باشه، بحث ما یک عوامل به عبارتی درون دینی داشتیم که مربوط به تاکید ما باز هم بر است که از اونجایی که ما بر اساس اعتقادات اسلامی خودمان میدانیم که اسلام دین جهانی است و دینی است که انسانیت به معنای عام کلمه، چه در مورد زنان و چه در مورد مردان، تجلی کامل پیدا کرده و اصول و ارزش‌ها و قوانین اسلامی چنانچه به معنای درست و به شکل مناسب و درست اصلاح بشود، جامعه به معنای حقیقی به او فلاح و رستگاری میرسه. اشکالی که در جامعه ما حتی خیلی وقتا با نام دین و به عنوان دین اتفاق میفته این که در سطح عامه جامعه ما جهالت به طورت کلی وجود داره، یعنی عدم آگاهی هم نسبت به حقوق شخصی و فردی، هم نسبت به مفاهیم و اصول و ارزش‌های دینی. بسیاری از موارد ظلم‌هایی که اتفاق میفته به نام دین است، حالا که اگر بررسی بکنیم اصلا به هیچ عنوان مبنای دینی نداره. من یک نمونه خیلی ساده را برای شما مثال میزنم. ولی قبل از اینکه نمونه را بگید، خب من چیزی که ما در جامعه میبینیم بسیاری ظلم اتفاق میفته، کسی که او را تثبیت میکنه و او را تایید میکنه، خب مثل مسجد یک قریه یا یک محل است، یعنی رقم هم نیست که مردم کاملا به اختیار خودشان باشند، یعنی مؤیدی از طرف ملاها و از طرف افرادی که منسوب به دین هستن هم دارن. بله، خب اینا ان شاء الله بعد این مثال ببینید. یک مثال خیلی میره، شاید چندین سال پیش در دانشگاه هم در مطرح کردم، یه قابل توجه از دانشجویان و حتی افرادی که از نهادهای حقوقی هم بودن، گفتم ببینید ما حق به عبارتی هویت دهی و حق تثبیت شخصیت و هویت داریم. در سال حقوق امام سجاد ذکر شده که حق الولد علی الوالد ای یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. یکی از حقوق حقه فرزند برگردن پدر مادرش است که برای او اسم بانن و اسم او معرف باشه، اسم زیبا باشه، اسم مسما باشه. خب حالا ببینید، پس حق نامگذاری و حق داشتن یک هویتی که او هویت با اسم تشخیص داده باشه و بارز بشه جزء حقوق است. اینمی حق واضح و روشن را که بر اساس مستقیم رسند مسائل دینی و مفاهیم دینی ما داریم، در افغانستان به صورت مطلق از زنان گرفته میشه. او آدم در طول حیات و زندگیش که هیچ خانم زوری با کمال تأسف حتی وقتی که میمیره او را درون خاک میمانن، سنگ قبر او را به جایی که بنویسن فاطمه بنت فلانی، مریم بنت فلانی، مینویسن سبیه فلانی، همسر فلانی، مادر فلانی، همشیره فلانی. یعنی آدم ابدا هویت نداره. چرا؟ مبادا نام فلانی در سنگ قبرش خواه گفته شود که اگر بیادر او اینجی بشینه، اگر پدر او اینجی بشینه و اگر شوهر او بشینه، بگه که مثلا فلانی به فلانی بخنده، بگه من که نام زن تو رو میدانم، من که نام خواهر تو رو میدانم، من که نام مادر تو رو میدانم. حالا ببینید، اگه یکی میگیم جهالت محضه، سوال اینجاست که آیا اگر ایره این پنداش رو که مثلا متصل میکنیم به دین، واقعیتا برگردانیم خانم بیانی به 1400 و اندی پیش، آیا نام همه همسران پیغمبر رو همه اصحاب پیغمبر و همه مسلمانان جهان نمیدانند؟ آیا نام دختر پیغمبر رو همه اعوان و انصاری که با در زمان حیات و حضرت بودن و بعد از حیات و حضرت نمیدانند؟ آیا نام دختران هر کدوم از صحابه رو، هر کدوم، آیا ای پس از کجا آمده؟ ببینید، منتسب به دین است و غیرت است که مبادایی مثلا این آدم بیای بشینه سر قبر این خانم و بگن که ها من اسم زن، خب اسم زن، اگه کسی اسم زن کسی رو بدانه این چه اشکالی داره، چه ایرادی داره؟ اگر کسی اسم دختر کسی رو بدانه چه ایرادی داره؟ پس این از کجاست؟ این جهالتی است که مربوط منتسب به دین میشه ولی هیچ ارتباطی به دین نداره. همون که شما فرمودید، چرا این اتفاق میفته؟ ببین خانم بیانی، یه واقعیت تلخ غیر قابل انکاری در مورد انسان هست که انسان بر اساس ذاتیات خودش، هر کسی در هر مقام موقعیتی هم که باشه، حتی اگر عالم دینی باشه، زمانی که پای منفعت شخصی او و پای تمایلات فردی او در میان باشه، بر اساس نص آیه قرآن که انسان لیفجر امامه، میخواهد که مقابلش رو بدرد، حالا هر چیزی رو که احساس کنه صده، در جهالت عوام مردم، به خصوص در جهالت قشر زنان، برای عموم افراد خصوصا عذرخواهی میکنم، حتی برای قاطبه عالمان یک منفعتی است. ببینید، اگر کمان که ما در صدر اسلام، شما ببینید بسیاری از تحولات انقلاب های صدر اسلام رو بانی او کیا بودن؟ بانی او زنان بودن.
شما آیا انقلابی تر از حضرت زینب در طول عرصه تاریخ میتوانید پیدا کنید؟ خب یعنی زنی که این توانایی رو داره که میتواند انقلاب کند. چرا؟ به خاطر اینکه یک پشتوانه فکری داره، در تربیت در خانواده وحی به دنیا آمده و بزرگ شده، پای تربیت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا نشسته و به شدت پشتوانه داره به لحاظ فکری و به لحاظ باور و احترام گذاشتن وجود نازنین امام حسن مشتبه و وجود نازنین سید الشهدا. وقتی این واقعیت تلخی است که اگر به همه ای را میدانند، وقتی کسی احساس میکند که در آگاهی و روشنایی ذهن باعث قیام میشود، باعث انقلاب میشه، باعث شکوفایی میشه و او شکوفایی در همه موارد به ضرر از در اساس خود جامعه به نفعه، باعث به عبارتی رشد میشه در همه ابعاد، ولی واقعیتی است که به لحاظ منفعت شخصی منفعت شخصی اتفاق میفته، منافات با منفعت شخصی داره. یک مورد مثال میزنم، ببینید گفته میشود که در عقد دختر رضایت او، اصلا به عبارتی وقتی که صیغه نکاح را میخوانند خود او فرد باید بگه قبل تو، اگر کسی به معنای واقعی وکالت از او دارد، در صورتی که واقعا پرسیده باشه، کمان که باز ما در سیره پیغمبر همین رو داریم، ولی بسیار زیاد اتفاق میفته خانم بیانی عزیز که صیغه نکاح در صورتی خوانده میشود که کسی که به وکیل دختر است حتی او دختر ندیده، نه تنها از اون نپرسیده که حتی اصلا نمیدانه، می آیند در یک جلسه برای نکاح می نشینن و بعد به طرف گفته می شود که من وکیل خانم هستم، ولی اگه از او بپرسی او خانم سنش چقدر است، شکل و شمایلش چیست، خصوصی ها اصلا نمی دانه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید چه اتفاقی افتاده، ببخشید، به عالم دین میگن که ما می خواهیم نکاح هست و ازدواج است و سنت رسول خداست و فلان است، و حالا که عالم دینی حتی ایره خود او می داند که این فردی که به عنوان وکیل خانم ایجا نشسته اصلا ایجا آشنایی و آگاهی نسبت به خانم نداره، ولی گفته می شود یک توجیهی میگن که مهم است که ایجاب و قبول از دو طرف اتفاق بیفته و اینم وکیل و خانم است. خب در همین موردی که شما بیان کردید خانم رضایی، بالاخره وقتی که ولی دختر طبق شرع اسلام است، وقتی که ولی دختر اگر دختر رشیده و بالغه نباشه تصمیم بگیره که دختر خود به عقد یک نفر در بیاره، خب این کاملا عقد نافذه و یه اتفاق میفته، این یک مسئله کاملا شرعی و کاملا دینی است. بله. و ما نمیتونیم که رو متهم بکنیم که این فردی که ملا امام است داره یک امر و یک کار غیر دینی انجام میده. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که اگر قرار باشه که آمنو به بعض و نکفرو به بعض باشی، فقط احکام الهی و احکام دینی رو اینمو جایی که به نفع شخصی خودمون است برداریم، بقیه موارد آیا در همون شریعت از زمانی که این دختر به دنیا اومده همه موارد در مورد تربیت دختر صدق کرده؟ مسئله اینجاست که ببینید ما گفته می شود که بله عقد نافذ است در صورتی که پدری که ببینید صلاحیت کامل او از همه ابعاد، صلاحیت عقلانی او، صلاحیت معرفتی او، صلاحیت اخلاقی او، و او ببینید حتی احساسی که آگاهی داره اصلا به منفعت دخترش، یکی میگیم پدرش آیا خوبی و بدیه، خوبی و بدیه دخترش رو میدانه. و بعد ببینید ما وقتی که گفته میشود که باید پدر بپرسه کما اینکه پیغمبر خدا پرسید، کما اینکه امیرالمومنین پرسید، آیا اتفاق میفته که پدر برود و از دختر خوب بپرسد که آیا پدر جان تو مایل هستی که من تو رو به عقد فلانی در بیاورم؟ خب این که اسلامی نیست دیگه. ببینید مثل این میمونه که ما یک خانه پوشالی رو بسازیم، در پنجره برای او بانیم، ولی هیچ بنیاد محکمی نداشته باشه، نه سقف مستحکمی داشته باشه، نه به عبارتی فقط نمای دکور رو بسازیم بعد بگیم خب این همین خوبه دیگه، خانه است، من از بیرون که میبینم یه خانه میبینم، ولی آیا این خانه قابل سکونت هست؟ باورهای دینی ما متاسفانه به یک حالت خوشایندی است، یعنی ببینید ما در اکثر غریب اتفاق مفاهیم دینی او چیزی ره، او قسمی ره، او حکمی ره که احساس میکنیم به منفعت ماست و خوشایند ماست میگیریم، ولی او جایی که حالا که اسلام یک نظام است و وقتی این که میگیم نظام است یعنی تک تک ابعاد او همه با هم ترکیب میشن و در کلیت او انسان مسلمان اوست که هم اخلاق داشته باشه، هم اعتقادات خودش رو محکم کنه و هم در بحث فردی به عبارت به حقوق دیگران احترام بگذاره. نمیشود کسی فقط اخلاق اسلامی رو قبول داشته باشه ولی حقوق اسلامی رو نپذیره. نمیشود کسی بسیار آدم معتقدی باشه، بسیار آدم با ایمانی باشه ولی بد اخلاق باشه، اخلاق اسلامی رو رعایت نکنه. ما اسلام رو به عنوان یک نظام میپذیریم و حالا که او چیزی که در جامعه ما وجود داره باورهای تک بعدی تک محوری است که او هم توسط افراد است. خانم رضای بزرگوار، اگر که بخوایم به عنوان حسن ختام برای بحث، شما برای ما و بینندگان عزیز محترم ما این مسئله رو بیان کنید که آلی با تمام این شرایط، این مشکلات، این مسائل فرهنگی که در بین مردم ما وجود داره که حتی شاید ریشه دینی هم نداشته باشه، خب مگر بخوایم که به عنوان یک فرد یا ما به عنوان افراد جامعه خشونت علیه زنان را متوقف بکنیم، چی باید بکنیم؟ نکته بسیار خوبی را اشاره کردید. من عواملی که مطرح کردم
عاملی رو که از اون نام بردم گفتم که اصلی ترین دلیل عدم آگاهی است. اگر قرار است که ما به خاطر عدم آگاهی آسیب ببینیم، زمانی می توانیم اون زخم ها رو درمان کنیم که آگاه بشویم. و لازمه اساسی برای همه اقشار در جامعه ما به خصوص برای بانوان ما است که آگاه بشن. یعنی یک هدف و یک به عبارتی آرمان بسیار بسیار مهم برای زنان ما است که تا می توانند سعی کنند که آگاهی خودشان را، شناخت خودشان را و دانش خودشان را در مورد، حتی در مورد انسانیت خودشان، در مورد نگاه دین و در مورد حقوق و تکالیف و وظایفی که به عهده دارند. چون اصلی ترین مسئله در تولید ظلم و در تولید خشم و خشونت عدم آگاهی و جهل. یعنی هر زمانی که به عبارتی کسی احساس بکنه که طرف مقابل او یک نادانی است که راه را از چاه تشخیص نمیدهد، خود به خود این انگیزه در او ایجاد میشه که مسیر او رو بگیره، مال او رو بگیره، جان او رو بگیره. معمولا خشونت همین رقم است که یک نفر بالا دست است، یک نفر فرو دست است و خشونت امام. پس مسئله اول قطعا و حتما با مهمترین مسئله ارتقای آگاهی و بالا بردن سطح دانش است. نکته دوم خود باوری است که متاسفانه در جامعه زنان ما بسیار بسیار کم رنگ است. یک پدیده باور حقارت‌آمیزی نسبت به جنس دوم بودن، نسبت به اینکه واقعا توان نداریم. شاید واقعا همین قسمت است. به خانومی گفته می شود که مثلا همسر تو در مورد تو داره ظلم انجام میده، میگه همه همین قسمت است. مرد دیگه، یعنی دقیقاً واژه‌ای که او خانم به کار میبره، میگم یعنی خود او پذیرفته که همسر او به صرف ای که مرد است، ای حق دارد به او که زن است مثلا فرض بکنید که خشونت داشته باشه، لتو کوب بکنه، به او امر و نهی خارج از چوکات عرف، خارج از چوکات قانون و خارج از چوکات دین حتی داشته باشه، و بعد خیلی راحت. یعنی چی؟ یعنی عدم باور به خود، یعنی عزت نفس بسیار پایین، یعنی ارزشمدار نبودن، یعنی مهم اصلا خود را مهم ندانستن. اون چیزی که برای جامعه زنان ما امروز بسیار الزامی است که ببینید در عصری زندگی میکنیم که عصر انفجار اطلاعات، الان دیگه ما کمتر میتونیم پیدا بکنیم که حتی اگر کسی در این زمانه بمیره، روز قیامت قطعا هیچ حجیتی نخواهد داشت که بگه من در فلان چیز نمیتوانستم یا نمیدانستم. حالا نمیتوانستم رو شاید از او بپذیرم، ولی نمیدانستم، هر ببینید هر کسی در هر جایی امکان نداره که دسترسی پیدا کنه اطلاعات دسترسی اطلاعات به بسیار راحتی و بسیار سهولت. مشکل اصلی که متاسفانه یک به عبارتی پیشینه طولانی مدت هم داره و من این خودم میپذیرم که به سرعت امکان به وقوع اون نیست، ولی قطعا باید اولین گام، یعنی اولین گام رو باید برداریم. و اولین گام یعنی اینکه مسیر به اختطاع، یعنی همین که قدم برداریم مسیر رو شناختیم و به سمت او خواهیم رفت. این که زنان ما باید همه تلاششون رو بکنن که به خود باوری برسن، باور بکنن که ما در کشوری زندگی میکنیم که شیرزنانی در او زیستند و شیرزنانی تاثیرگذار بودند، و ما در تاریخ خودمان زنان برجسته بسیار زیادی داریم که از همو آب و خاک و در همین فرهنگ زیستند، فقط با این تفاوت که باور کردن که من میتوانم. و نه تنها در تاریخ خودمان، که در تاریخ مذهبی خودمان و دینی خودمان، در سیره بزرگان دین ما چنین چیزی بوده و ما بانوان بسیار زیادی داشتیم که تاثیرگذاری های بسیار بسیار درست و عمیق و شدید بر جامعه و بر روندها و جریانات اجتماعی و دینی داشتن. و همطور که شما فرمودید خانم رضای بزرگوار، مهمترین چیزی است که ما بانوان و زنان آگاهی و دانش خودمان را نسبت به قضیه بالا ببریم، خودمان را بشناسیم، تاریخ و گذشته خودمان را بشناسیم، و از این طریق میتونیم که با این روند و چرخه معیوب خشونت علیه زنان مقابله و مبارزه بکنیم. بسیار بسیار تشکر از شما خانم دکتر رضایی، مثل همیشه بسیار عالی، بسیار استفاده تشکر کردیم. تشکر ما هم از بودی شما استفاده از شما. بینندگان عزیز محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. عزیزان، برنامه از طریق اینترنت هم قابل دریافت و دسترسی است. شما میتونید که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه ها را ببینید. و امریکا کارشناس محترم، از حضور شما مرخص میشیم. برای شما زندگی توام با آرامش و صلح را از خداوند منان طلب میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.